درودی دیگر به شما میهن در هر جای این کره خاکی که هستید در بخش اول ویدیویی از مهدی فلاحتی را تماشا خواهیم کرد از افشاگری از نقش رئیسی در دردناکترین پرونده تجاوز جنسی ثبت شده در تاریخ ایران در ادامه خبری ناگوار برای رژیم ایران از کاخ سفید خواهیم داشت از افشاگری بی سابقه ی مقام ارشد دولت روحانی علیه شمخانی خواهیم گفت و در نهایت گزارشی تهیه کردیم از قیمت شوکه کننده کفن در بهشت زهرای تهران تا انتها با ما همراه باشید اما میرسیم به مشروع اخبار و در بخش اول آن ویدیویی از افشاگری مهدی فلاحتی از نقش رئیسی در یکی از بزرگترین و دردناکترین پرونده های تجاوز ثبت شده در تاریخ ویدیو را تماشا کنید کسی که وظیفه جمع و جور کردن این جنایت رو داشت ماجرای که عریضه که عرض همین رئیسی بود در پیامد وازداشت ها و زندانی کردن ها و کشتن ها در زندان ها مهدی کروبی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات است 18 همه مرداد 88 نامه نوشت با هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس خبرگان و به صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه نوشت مدارک و شواهدی داره که انواع شکنجه ها علیه جوانهای بازداشت شده در تظاهرات به کار میره از جمله تجاوز جنسی و باید رسیدگی کنیم صادق لاریجانی یه هیئت تشکیل میده به فرمان بهیت متشکل از کیا متشکل از معاون اولش ابراهیم رئیسی که او در واقع سخنگوی این هیئت هم میشه دادستانش محسنی اجعی و مدیر حوزه ریاست قوه قضایی علی خلفی چهاردهم شهریور 88 رئیسی اعلام میکند که کروبی کر هیچ سندی هیچ سند و مدرکی در جلسه ای که باش داشتیم ارائه نکرد یک نامه با امضای هیئت رسیدگی به ادعای تجاوز در زندان ها به صادق لاریجانی می به این ترتیب است این هیئت در جنبندی اطلاعات ارائه شده است سوی مهدی کروبی به این نتیجه رسیده است که مستندات و مدارکی برای تایید ادعای آزار جنسی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده آری از حقیقت است و ادعاها و مدارک ارائه شده کاملا ساختگی و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده است فرداش یعنی پونزام همه شهری برای شده است. کروبی با تکذیب به سخنان ابراهیم رئیسی و دیگر عضو این کمیته مبلی بر اینکه کروبی سندی ای را در این جلسه ارائه ای نکرده گفت من در این جلسه سه سند ارائه کردم نخست فیلم اظهارات همین فردی که تحت تاثیر تهدیدهای نماینده مرتضوی ناپدید شده است را ارائه کردم دومین سند بنده درباره آزار یک خانم ترانه موسوی بود و سومین سند هم درباره یک آقایی بود که پس از دستگیری بلای بسیاری بر سر او آورده بودند که یک سی دی و نظر پزشک قانونی درباره ایشان را نیز ارائه کردم البته در این جلسه دو مورد هم گزارش شفاهی دادم ببینین این خانم ترانه ای موسوی که داستاناش رو نمیدونم دنبال کردین یا نه به هر حال در تظاهرات اشتداش بازداشت میشه بارها شکنجه میشه و کشته میشه از جمله شکنجه هاش بارها تجاوز بهش باری این جیغ و دادای کروبی و این جوابش به رئیسی چه نتیجه ای داد شد مهر کردن بلافاصله دفتر کمیته پیگیری از بازداشت شدگان پیگیری بازداشت و از ضبط اسناد و مدارک این دفتر خبرها را ادامه می دهیم با پیامی از کاخ سفید آمریکا گفت دنبال افزایش فشار بر تهران بر سر توسعه برنامه هسته‌ای هستیم متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گزارش اخیر روزنامه وال جورنال را درباره فشار واشنگتن به کشورهای اروپایی برای خودداری از دامن زدن به تنشها با ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور نادرست خواند وال جورنال روز هفتم خرداد نوشت ایالات متحده از کشورهای اروپایی خواسته است تا در نشست آتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه هسته ای این کشور نباشند بر اساس این گزارش واشنگتن تمایلی به تشدید تنش با تهران پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارد این انتخابات قرار است روز 15 آبان سال جاری برگزار شود میلر روز سهشنبه هشتم خرداد ضمن رد این گزارش گفت ما با هیچ کشوری برای دادن رأی منفی یا ممتنع به هیچ قدنامه ای درباره برنامه هسته ی ایران لابی نکرده ایم. او همچنین جمهوری اسلامی را به رفتارهای بی کننده متهم کرد و افزود واشنگتن فعالانه به دنبال افزایش فشارها بر تهران از راه های مختلف از جمله تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی است تا مانع دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای شود. در همین رابطه خبرگزاری رویترز روز پنجم خرداد گزارش داد ایالات متحده و سه متحد اصلی اروپاییش بر سر اینکه آیا باید در آژانس بین‌المللی با جمهوری اسلامی مقابله کنند یا نه دچار اختلاف نظر شدند. یافته های تازه ترین گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ی خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس صرف نظر نکرده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این گزارش تأکید کرده نگرانی ها درباره نیات ایران از برنامه هسته خود در حال افزایش است. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم با اشاره به این گزارش نوشت جمهوری اسلامی در حال حاضر بیش از 142 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60 درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن ماه سال گذشته جهشی 20 کیلوگرمی را نشان می‌دهد. اورانیوم غنی شده با خلوص 60 درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه میتوان به اورانیوم با خلوص 90 درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد. پیشتر و در روز چهارم اردیبهشت که روسی گفته بود جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم اردیبهشت بر ادامه ی برنامه هسته‌ای حکومت ایران تاکید کرد و تحریمها را زمین ساز شکوفایی استعدادها و بروز ظرفیت داخل کشور دانست میرسیم به بخش بعدی برنامه این ساعت افشاگری بی سابقه مقام ارشد دولت روحانی علیه شمخانی محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در دولت دوازدهم گفت دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی امنیت ملی باید بتوانند با هم از نزدیک تبادل نظر داشته باشند و کار کنند ولی اصلا اتفاق عجیبی در همین فضایی که شما نسبت به دولت ترسیم کردید از طرف مخالفین صدا و سیما و برخی نهادها رخ داده بود به تدریج برخی افراد و دبیر در دبیرخانه یک روشهای دیگری را پیش گرفتند برخی سیاستهایی را دنبال می کردند که حتی در جلسه که شورا مطرح هم نمیشد یک رسانه درست کرده بودند و یک سری مطالب در آن میگذاشتند که وقتی حرفی میزدیم میگفتند نه این رسانه که دبیرخانه نیست و رسانه که یکی از افرادی است که اینجا کار میکند بخشهایی از این گفتگو را در ادامه با هم مرور خواهیم کرد مشخص است چه در داخل و چه در خارج وقتی میفهمند اطلاعاتی که خیلی از روزنامه ها و رسانه های دیگر و حتی صدا و سیما ندارد اما این رسانه دارد و روی آن کار میکند خب مشخص است که برد دارد روی این حساب بالاخره یک سری کارها انجام میشد در حقیقت در ارتباط با برجام اینها خطی داشتند که برجام اتفاق نیفتد در عمل نمی گفتند ولی رفتار همین بود یه رسانه درست کرده بودن یه سری توش که وقتی میگفتیم اینجوری میگفتن نه این رسانه رسانه دبیرخانه نیست رسانه یکی از افرادی هستش که اینجا کار میکنه بله خب خیلی برد داشتون در حقیقت در ارتباط با برجام خیلی اینها خطشون همون خط این بودش که برجام نشه دیگه یعنی تو عمل نمیگفتن ولی رفتار همون وقتی یک جا مقداری گروهی و جناهی بشود همینطور خواهد شد من در جلسه مفصل با ایشان صحبت کردم و گفتم منافع کشور در این است که بالاخره یک روابط شفاف و روشنی بین دبیر و رئیس جمهوری باشد اما نشد و تا روز آخر هم نشد البته آقای روحانی شخصا مسئله برجام را دنبال می کرد و خیلی مشخص بود اما اگر دبیرخانه همسو بود می توانست به راحتی حل شود چه بسا می توانم بگویم اگر دبیر خانه همسو بود در دولت دوازدهم امضا می شد وقتی می دیدین که همسو نیست چرا عوض نکردین خب ببینید عوض کرد در دبیر چیز دیگه همیشه یک توافق بین رئیس جمهور و مقام معظم رهبریه خب خب این توافق حاصل نشد آقای ایشی چند بار اقدام کرد چند بار پنج بار اول که سال 92 آقای روحانی آقای شمخانی رو معرفی کرد مقام معظم رهبری گفتند شما اگر کس دیگری را دارید بگذارید یعنی یکی دو بار ایشان تایید نکردند البته نه به عنوان اینکه اختلاف است ایشان ملاحظاتی داشتند که نمیدانم ملاحظاتشان چه بود که تایید نکردند اما بعدش تایید کردند اواخر دولت دوازدهم خط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره شمخانی عدم احیای برجام بود اگر دبیرخانه همسو بود همان زمان احیا میشد دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی امنیت ملی باید بتوانند با هم از نزدیک تبادل نظر داشته باشند و کار کنند ولی اصلا اتفاق عجیبی در همین فضایی که شما نسبت به دولت ترسیم کردید از طرف مخالفین صدا و سیما و برخی نهادها رخ داده بود به تدریج برخی افراد و دبیر در دبیرخانه یک روش های دیگری را پیش گرفتند مثلا برخی سیاستهایی را دنبال می کردند که حتی در جلسه شورا مطرح هم نمی شد. یک رسانه درست کرده بودند و یک سری مطالب در آن میگذاشتند که وقتی حرفی میزدیم میگفتند این رسانه دبیرخانه نیست و رسانه که یکی از افرادی است که اینجا کار میکند چه در داخل و چه در خارج وقتی میفهمند اطلاعاتی که خیلی از روزنامه ها و رسانه های دیگر و حتی صدا و سیما ندارد اما این رسانه دارد و روی آن کار میکند خب مشخص است که برد دارد روی این حساب بالاخره یک سری کارها انجام میشد در حقیقت در ارتباط با برجام اینها خطی داشتند که برجام اتفاق نیفتد در عمل نمی گفتند ولی رفتار همین بود خب وقتی یک جا مقداری گروهی و جناهی بشود همینطور خواهد شد در جلسه مفصل با ایشان یعنی با آقای شمخانی صحبت کردم و گفتم منافع کشور در این است که بالاخره یک روابط شفاف و روشنی بین دبیر و رئیس جمهوری باشد اما نشد و تا روز آخر هم نشد ایشان می گفت من قبول دارم در صحبت قبول می ولی در عمل چیز دیگری بود روحانی شخصا مسئله برجام را دنبال می کرد و خیلی مشخص بود اما اگر دبیرخانه همسو بود می توانست به راحتی حل شود چه بسا می توانم بگویم اگر دبیرخانه همسو بود در دولت دوازدهم امضا می شد عوض کردن دبیر همیشه یک توافق بین رئیس جمهوری و مقام معظم رهبری است این توافق حاصل نشد آقای روحانی 5 بار اقدام کردند نشد بهای کفن در بهشت زهرای تهران به 2.5 میلیون تومان رسیده است همزمان گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از به هم ریختگی و بینظمی شدید در انجام امور اداری تدفین و ایجاد زحمت مضاعف برای خانواده متوفیان است. خبرگزاری تسنیم روز سهشنبه 8 خرداد در گزارشی به روند انجام کارهای اداری مربوط به خرید قبر کفن و دفن و انجام تشریفاتی مانند اقامه نماز میت و رزرو آمبولانس در بهشت زهرای تهران پرداخت بر اساس این گزارش قیمت چند متر پارچه سفید به عنوان کفن دو میلیون و چهارصد هزار تومان است تصنیم یادآوری کرد پرداخت مبالغ بالای 500 هزار تومان به جای پرداخت از طریق دستگاه های کارتخان باید با نرم افزارهای موبایلی به حساب فردی به نام آرش خال واریز شود. مدیرعامل پیشین سازمان بهشت زهرا سعید خال بود. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال بر این موضوع تاکید دارند که متولیان انجام امور اداری و تشریفاتی در بهشت زهرای تهران از خانواده های متوفیان میخواهند بخشهایی از هزینه ها را به شکل نقدی پرداخت کنند این گزارش ها حاکی از بینظمی در انجام امور اداری تدوین راهنمایی های غیر دقیق و ایجاد زحمت مضاعف برای خانواده متوفیان است اواخر اردیبهشت امسال شورای شهر تهران در مصوبه رقم 15 میلیون تومان را برای رزرو قبر در بهشت زهرای تهران به عنوان بزرگترین آرامستان ایران اعلام کرد این تعرفه در سال 1402 حدود 3 میلیون و 900 هزار تومان بود که در سال جاری با افزایشی حدود 4 برابری مواجه شد با وجود این تعرفه ها روز ششم خرداد روزنامه هممیهن در گزارشی به بررسی صفر تا صد هزینه های مرگ در تهران پرداخت و نوشت قیمت قبر در قطعه های جدید بهشت زهرا از 10 تا 200 میلیون تومان متغیر است یک کارگر شاغل در این آرامستان درباره تفاوت قیمت قبرهای وسط قطعه با جلوتر از آن به هممیهن گفت قبری که لب خیابان است 45 میلیون تومان است اگر وسط قطعه باشد 12 میلیون تومان چون اگر کسی بخواهد به متوفا سر بزند رفت و آمد به قبر لب خیابان برایش نزدیکتر می شود. به گفته که این فرد قیمت خرید قبر در قطعه های قدیمی نیز بسته به قطعه مورد نظر دست کم 25 تا 50 میلیون تومان هزینه دارد و ممکن است به 200 میلیون تومان هم برسد چون قطعه خلوتتر است هزینه بیشتری هم دارد. این روزنامه به نقل از کارگران آرامستان یادآور شد کمترین هزینه ها برای انجام امور تشریفاتی و اداری دفن فردی در بهشت زهرا جدای از هزینه رزرو قبر 20 میلیون تومان است هزینه انتقال پیکرها از نقاط مختلف پایتخت به این آرامستان بین حدود 800 هزار تا 1 میلیون و 837 500 تومان در نظر گرفته شده است هزینه انتقال از سطح شهر تهران به پزشکی قانونی 1 میلیون و 30 هزار تومان است این خدمات اگر به وسیله آمبولانس های خصوصی انجام شود هزینه هایش دو تا چهار برابر می شود. شورای شهر تهران هزینه آماده سازی یک واحد قبر یک طبقه برای سال جاری را حدود 930 هزار تومان در نظر گرفته است. دیوارچینی، خاک ریزی روی لحد و حمل خاک اضافه قبور نیز یک میلیون و تومان هزینه دارد. همیهن تاکید کرد اگر ارقام مورد نظر شهرداری در لایحه جدید تصویب شود در مجموع هزینه خدمات قصل، کفن دفن نصب سنگ مزار و مراسم خدمات تدوین در قطعات روز دفن به حدود 5 میلیون و 550 هزار تومان میرسد سایت اکو ایران پیشتر در بررسی جزئیات لایحه بهای خدمات بهشت زهرا در سال 1403 نوشت شهرداری تهران در برخی خدمات افزایش 60 درصدی را نیز پیشنهاد داده است به انتهای این بخش خبری رسیدیم سپاس بیکران از همراهی شما یاران تا درودی دیگر بدرود